سیوم آگوست برابر ما نوه شهریور از سوی سازمان ملل متحد روز جهانی ناپدید شدگان اجباری نام گرفته است. این روز به سرنوشت کسانی اشاره دارد که در حکومت‌های دیکتاتوری، پیامدهای جنگ‌ها، درگیری‌های سیاسی، مسیر مهاجرت یا دلایل نامعلوم دیگر ناپدید شدند. سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده به مناسبت این روز بیانیه صادر کرده است. خورا عبدالمجید گزارش می‌دهد. سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده از همه سازمان های حقوق بشری و بشردوستانه خاص خواست با تشدید تلاش ها و بکارگیری تمامی ابزارهای لازم از جمله اعمال فشارهای لازم برای روشن شدن سرنوشت ناپدید شدگان اجباری گام های مؤثری بردارند. این مطالب در پیامی از سوی سازمان مسلمان آزاده به همه سازمان های حقوق بشری و بشردوستانه در روز جهانی قربانیان ناپدید شدن اجباری ارسال شد. این سازمان همچنین در این بیانیه خواستار اجرای عدالت برای خانواده های قربانیان و آسیب دیدگان این اتفاقا با حمایت و ایستادن در کنار آنها شد. این سازمان در پیام خود که نسخه ای از آن در اختیار خبرگزاری اخبار شیعه قرار گرفته است از همه سازمان های حقوق بشری و بشر دوستان خواست در شرایطی که برای گرامی داشته این مناسبت در نهادهای بین المللی شرکت می کنند تلاش خود را برای تعیین سرنوشت ناپدید شدگان اجباری افزایش دهند و از تمامی ابزارهای لازم از جمله اعمال فشار به افکار عمومی دنیا و نهادهای بین المللی بهره گیرند. این سازمان همچنین خواستار اجرای عدالت برای خانواده های ناپدید شدگان اجباری از طریق جلب حمایت از نهادهای بین المللی حقوق بشری شد و همچنین از دولت دموکراتیک دنیا برای اقدام جدی و مسمر سمر برای حل این مشکل جدی پیش روی مردم بیگنا درخواست یاری کرد. سازمان جهانی نفی خشونت همچنین تاکید کرد پدیده ناپدید شدن اجباری یکی از فجیع ترین و ظالمان ترین جنایات است که توسط گروه ها، افراد یا برخی رژیم های حاکم علیه مردم بیگناه انجام می شود که در واقع ممکن است فراتر از قتل و سایر اعمالی باشد که حقوق بشر را نقض می کند. این اقدام ها اولا در تضاد با دستورات ادیان آسمانی و ثانیا هنجاک ها و قوانین بین میباشد می باشد. این سازمان اعلام کرد که پدیده ناپدید شدن سالهاست مناطق بیشماری از دنیا و کشورهای خاور میانه را فرا گرفته است و گسترده شدن آن به یکی از ویژگی های مرتبت بانا ها و خصومت های سیاسی تبدیل شده و منجر به مخفی نمودن و ناپدید شدن اجباری صدها غیر نظامی شده است، در ادامه این بیانیه آمده است که هنوز سرنوشت صدها زن اراقی علاوه بر ها کودک که به مذهب شیعه و دیانت ایزدی تعلق داشتند اطلاعی در دست نیست ناپدید شدن این افراد پس از تهاجم سنیهای تندروی داعش به مناطق آنها صورت گرفته اگرچه سالها پیش این گروه تروریستی شکست خورده و های آن پایان یافته است این سازمان همچنین افزود به موازات این اقدام های ضد حقوق بشری ذکر شده صدها انسان بیگناه نیز به دلیل مخالفت خود با سیاست های مستبدانه و اعتراض به اعمال دیکتاتوری توسط دولت مردان کشورهای خود از این پدیده رنج میبرند. سازمان جهانی نفی خشونت تصریح کرده است آنچه که باعث تشدید نگرانی هاست این است که صدها نفر در مناطقی که درگیر نزاعهای مسلحانه هستند به صورت اجباری ناپدید شدند و یا در سرزمین هایی که دولت های استبدادی در آنجا حاکم هستند از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست و عاملان حقیقی این اقدام های ضد حقوق بشری با نیرنگ و فریب برای مخفی نگاه داشتن حقایق اصرار و لجاجت میفرزند. هاگا عبدالمجید اخبارشیه